الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله محمد. یه بحث بسیار پردامنه ایست در کل دنیا، هم در تاریخ اسلام این بحث مطرح بوده، هم در غرب از آغاز مسیحیت این بحث بوده تا امروز هم هست. جز بحث های جدیه که الان در فلسفه دین فلسفی آف ریلیجن بحث میشه. شما تو همین دپارتمان فلسفه دانشگاه مکتیل برید یا دپارتمان ریلیجس استادیز، یکی از کورس هایی که ارائه میدن در هر سال یا در هر دوره احتمالا همینه: Reason and Revelation، عقل و وحی. یه سوال دیگه یه دیشب پرسیدن کتبی که رابطه عقل و دل چیه؟ من این دوتا رو برده رو مطرح میکنم. پرسش ایشون اینه که رابطه عقل و وحی چیه؟ اون سوال اینه که رابطه بین عقل و دل چیه؟ چرا این سوالات مطرح میشه؟ چون که مواردی پیش اومده که خیلی ها فکر کردن که بین عقل و وحی ناسازگاری هست. در موارد بعضی جاهای اینا با هم هماهنگ نیستند. همونطور بین عقل و دل ناسازگاری هست. به اعتقاد ما نه بین عقل و وحی و نه بین عقل و دل ناسازگاری وجود داره. دیشب عرض کردیم خداوند برای ما راه‌های مختلفی رو برای شناخت قرار داده. ما برای شناختن حقایق یک راه نداریم، راه‌های گوناگون داریم. یه راه عقل، یک راه وحی. هر دو هم خدا قرار داده. عقل رو در وجود ما قرار داده، وحی رو هم بر انبیاء خودش نازل کرده. بنابراین هم منبع عقل خداست، هم منبع وحی خداست. معنا نداره که خدا با عقل یه چیزی رو به ما بگه، با وحی خلاف اون رو بگه. این معنی نداره. همینطور در اون نزاع بین عقل و دل، عقل رو کی به ما داده؟ خدا داده. دل رو کی داده؟ اونم خدا داده. هم عقل یک روزنه ایست برای راه یافتن به واقع، دل هم یک روزنه ایست برای راه یافتن به واقع. هر دو هم منشأ الهی دارن. معنی نداره که عقل یه چیزی بگه، دل یه چیزی دیگه ای. پس این اصل مطلب. اما پس این نزاع ها سری چیه؟ اگه به این سادگیه، این همه نزاع در تاریخ بین عقل و وحی چیه؟ یا بین عقل و دل؟ نزاع از اینجاست که یا اون چیزی رو که ما وحی میگیم وحی نیست، یعنی یه چیزی پیدا شده خلاف عقلم هست، فکر میکنیم وحیه ولی در واقع وحی نیست. از کدام اگه وحی بود که با عقل ناسازگار نبود. مثلا در تاریخ مسیحیت، خب ما اعتقادمون اینه که بایبل فعلی دوچار تحریف شده. این در قرآن اومده. اینو فقط قرآن نمیگه، بسیاری از محققان غیر مسلمان و حتی مسیحی به این اعتقاد رسیدن که اون چیزی که امروز به نام بایبل داریم اینجور نیست که همش کلماتی باشه از حضرت عیسی علیه السلام. در قرن سوم میلادی یه فیلسوفی هست به نام پورفیریوس یا پورفیری.
یک منطقدان هست، دوستانی که منطق خونده باشن با این اسم آشنان تو تاریخ منطق، یه فصلی از منطق جزء ابداعات این پورفیریوسه. شاگرد افلوتین بوده، پلوتاینوس، در قرن سوم میلادی. ایشون یک کتابی نوشته و اونجا گفته که این کتاب‌های مقدسی که ما داریم اینا نمیتونن از آن حضرت عیسی یا موسی باشن، یا اگر بودن دچار تحولاتی شدن اون زمان که کلیسا دستور میده کتاب‌های پورفیریوس رو جمع‌آوری میکنن و میسوزونن. امروز یه رشته‌ای در مطالعات مسیحیت هست به نام بیبلیکال استادیز. تو این بیبلیکال استادیز تاریخ مسیحیت رو میخونن، راجع به حضرت عیسی مطالعه میکنن، کریستالوجی یعنی هم مطالعه در شخصیت حضرت عیسی، و بیبلیکال استادیز در واقع مثل مطالعات قرآنی که داریم رشته‌هایی از مطالعات انجیلی. بخشی از این مطالعات راجع به authenticity of Bible هست. بسیاری از محققان بیطرف میگن ما هیچ دلیلی نداریم که نشون بده که بایبل همانی است که در زمان حضرت عیسی بود. بسیاری از این کتاب‌ها گاهی با فاصله 50 ساله، 100 ساله و بیشتر پس از مصلوب شدن حضرت عیسی اینا نوشته شدن. اون وقت تو این کتاب ها مطالبی هست که مسیحی ها از اول گرفتار حل این مطالب بودن. در رأس این مطالب قضیه ترینیتی هست، تثلیث، یعنی تصویری که از خداوند ارائه میشه تصویر تثلیثی است، خدای پدر، خدای پسر، روح القدس، God the Father، God the Son and Holy Spirit. هر ستاشون خدا، ستا هم هستن، نه یکی ستا جنبه داشته باشه. نه، شما اگر دقت کنید توی کلمات متکلمان مسیحی میگن three persons of trinity، سه تا شخص، نه اینکه یه شخص سه تا بُعد داره. three persons، سه تا شخص، هر کدوم برای خودشون هویت دارن، قائم به ذاتن، هر کدومشون هم خدا. خب بگید خب اینجوریه، پس شما مشرکید. میگن نخیر، ما مونوتئیستیم، موحدیم. میگیم آخه موحد یعنی کسی که به یک خدا قائله. میگه ما به یک خدا قائلیم. میگیم خب اینجا که گفتید سه تا، خب سه تا هم هست، هم سه تا هم یکی. چطور میشه هم سه تا باشه هم یکی؟ خیلی زور زدم، 2000 سال برای حل این مطلب و اندازه کوه کتاب نوشتم. خواستن اینو حل بکنن. شما با اینو بحث بکنید، اول کوشش میکنن که برای شما یه جواب پیدا بکنن. من خب این بحث رو فراوان با اینا کردم، با بزرگانشون. اول میگن که آقا میشه یه چیزی هم ستا باشه هم یکی؟ شما یه مثلث رو در نظر بگید، یه مثلث ولی ستا ضلع داره. خب اونجا میگیم که آقا اینکه یه مثلثه، یه چیزی مرکب، ستا جزء داره. خدا یه موجودیه که ستا جزء داره، یه موجود مرکب از اجزاست. چون یه جای دیگه گفته میشه که خدا بسیطه، جزء نداره. بعد مگه ضلع‌های مثلث هر کدومشون یه شخصن، یه شخص دارای هویت مستقل و خودآگاهی. میگه خب این فقط یه مثال بود، شما زیاد گیر ندید به
مشکلاتی که این مثال داره. یه جا با یکی من بحث میکردم گفت که شما هم در اسلام میگید خداوند صفات و اسماء بسیار داره. خداوند بعضی گفتن 99 اسم داره، 1000 اسم داره. شما پس چطور قائل به توحیدی در این حال این همه صفت؟ خب اونجا جواب خیلی آشکار، خیلی راحت، مشکلی نیست. خداوند یه موجوده، صفات کسی هم عالمه هم قادره. اینجوری نیست که عالم یه موجودی باشه، قادر یه چیزی دیگه ای باشه، حیات یه چیزی دیگه ای باشه. نه، یه حقیقته. از اون حقیقت واحد شما هم حیات رو انتظار میکنید، هم علم رو، هم قدرت رو، هم همه چیز رو. میگم این یه خودکاره، ولی هزار تا مفهوم بر این ساده. من میتونم بگم این جسمه، میتونم بگم این خودکاره، میتونم بگم این معلوله، میتونم بگم این موجود جامده. هزار تا چیز من میتونم صفت به این نسبت بدم. این زیاد نمیشه، یه چیز بیشتر نیست. از هر جنبه که نگاه بکنم یه مفهومی رو بهش نسبت میدم. ولی در اونجا بحث در اینه که سه تا شخصه. یکی در آسمانه، یکی اومده اینجا بر دار رفته. این دو تا یکی نیستن. یکی هم که هولی اسپیریت در تاریخ جاریه. سه تا موجود مستقل متمایزه. این چطور میشه سه تا باشه؟ باز یکی باشه، توحید باشه. اون آخرش میگن که آقا this is a mystery، این یک رازه. میگه خب این از اول بگید، چرا خودتون قصه کردید این همه بحث کردید؟ چون بحث رو میکنن که شما رو قانع بکنن که این اشکال منطقی نداره. بعد که به بنبست میرسه میگن که این یک رازه. خب این راز رو ما رو چیکارش بکنیم؟ عقل ما که اینو نمیپذیره که یک موجود سه تا موجود باشه. میگن راه ایمان از راه عقل جداست. اون وقت توی الهیات مسیحی یک تاریخ بسیار طولانی دارید از این قضیه که میگه I believe because I don't understand. اصلا چون نمیفهمم ایمان دارم. بعضی ها گفتن، یه متکلمی از اونم جز اوائل پیدایش مسیحیت به نام ترتلیان میگه که اصلا دین به عقل چه کار داره، چه ربطی داره؟ What Jerusalem has to do with Athens. اورشلیم پایتخت دین، آتن پایتخت فلسفه است. میگه اورشلیم با آتن کاری نداره، عقل با دین کاری نداره. خب این جاریه، هم امروز هم هست. یه جریان قوی در مسیحیت، در الهیات مسیحی بهش میگن فیدئیزم. فیدئیزم ایمانگرایی، ایمانگرایی که با عقل جور در نمیاد. الان هم وجود داره، خیلی هم قویه، چون نمیتونن بگن ایمان با عقل پیوند داره. اونا که مسئله تثلیث رو حل بکنه. فقط تثلیث نیست، تثلیث یه مثاله. من میتونم مثالهای زیاد از مسیحیت بزنم که با عقل جور در نمیاد، وقت نیست. فیدئیزم وجود داره همین الان. یک متکلم برجسته دانمارکی به نام کرکگور بحثی داره به نام leap of faith، یعنی در ایمان رو هیچی نمیفهمیم، ما همینطور ریسک میکنیم یه چیزی رو میپذیریم. شما تصور کنید شما رو بردن بالای یک برجی در تاریکی مطلق، اون پایین رو اصلا نمیبینید. یکی بهتون میگه آقا این پایین یک استخر آب هست، شما شیرجه بزن. خب شاید این استخر آب نباشه، استخر خالی باشه. چی میگه؟ نمیدونی، یعنی تو در وضعیتی هستی که نمیتونی بفهمی اون زیر استخر آب یا استخر خالی. ولی اگر میخوای ایمان داشته باشی، رستگار بشی، باید شیرجه بزنی. اگر نبود که هیچی دیگه، ضرر کردی، سرت
متلاشی شده. ولی اگر بود رستگار شدی. لیپ آف فیت. اینه حکایت. جدی هم هست. خب این رو ما این نزاع رو از اساس نزاع پوچ و باطلی میدونیم. چون اون تثلیث ریشه در وحی نداره. تثلیث افزوده یه بعدیست. خداوند این کار رو نمی کنه. خدا خودش این عقل به ما داده. اومد خودش دستوری بده خلاف این عقل. و این عقل میگه که این غلطه، نمیشه. یه قوه دیگه میگه نه این میشه. در درون وجودمون یک تناقضی پیش میاد. یه جنگی در داخل وجود خودمون. ما تو اسلام هم چیزی نداریم. شما یه اصلی بگید که در اسلام جزء اعتقادات باشه، اما این با عقل ناسازگار باشه، عقل ستیز باشه، این چیزی نداریم. ما در باب خدا قالب توحید، هیچ پارادوکسی هم وجود نداره. عقل هم همون توحید رو میگه، دین همون توحید رو میگه، عقل هم توحید رو میگه. اما در دین معارفی هست که عقل بهش نمیرسه. دو تا حرف گاهی گفته میشه عقل ستیز یا عقل گریز. عقل ستیز مثل همین مثالی که گفتم، یعنی این با عقل نمیسازه، عقل اونو رد میکنه، اونم عقل رد میکنه. ما معتقدیم در دین هم چیزی وجود نداره. اگه پیش اومد اونجا یه اشکال something is wrong، مگر نه خداوند چیزی نمیگه که عقل ستیز باشه. ولی عقل گریز چرا؟ عقل گریز یعنی یه مطلبی که خود عقل نمیتونه اونو کشف بکنه. خلافش هم حرف نمیزنه، رد نمیکنه، ولی خودش بهش نمیرسه. الان به شما بگن آقا چرا نماز صبح دو رکعته؟ شما میتونید دلیل بیاری؟ میگیم نه، دلیل نداریم. خداوند فرموده، ما هم انجام میدیم. این عقل گریز هست، یعنی عقل ما نمیتونه اینو کشف بکنه چرا دو رکعت. ولی عقل ستیز نیست، یعنی هیچ با عقل ناسازگار نیست. یعنی دلیل عقلی نمیاد بگه نمیتونه دو رکعت باشه. محاله که دو رکعت باشه. نه. عقل میگه میتونه دو رکعت باشه، میتونه دو رکعت نباشه اصلا. من عقل اظهار نظری نمیکنه در اونجا. بنابراین بین عقل و وحی تعارض و ناسازگاری نیست. اگر در جایی احساس کردیم عقل ما چیزی میفهمه که وحی خلاف اون رو میگه، یا وحی رو ما اونجا درست تفسیر نکردیم، یا عقل ما دوچار خطا شده، عقل باید تصحیحش بکنید. شما یه چیزی رو فکر کردید که این عقلیه ولی در واقع عقلی نبود، فکر میکردید یه دلیلی برش دارید ولی اون دلیل باطل بوده، مغالطه‌ای وجود داشته، شما توجه بهش نداشتید، اون اگه تصحیح بکنید عقل شما با وحی هماهنگ میشه. خب این بحث البته دامنه داره، ولی در حد این جلسه دیگه بیشتر نمیتونیم پیش بریم. اما اون عقل و دل، ببینید در همین حادثه عاشورا حضرت امام حسین علیه السلام وقتی از مدینه حرکت کرد به سمت مکه و از مکه به سمت کوفه، خیلی ها آدم های خیرخواه اومدن شروع کردن به نصیحت کردن به امام حسین که این راهی که تو میری راه پرخطریه و مصلحت نیست. برادرش محمد حنفیه، خیلی آدم های خوب، خیرخواه، میدونستم امام حسین با این عده کم داره به سمت کوفه میره، یزید با اون لشکر گسترده اصلا این نبردی نیست که بتوان پیروزی براش تصور کرد.
از روی خیرخواهی میگفتم نرید، صرف نظر کنید از این سفر، حالا بیعت هم نمیخواید بکنید، یه راه دیگه برید، فرار کنید، برید طرف یمن، یه جایی که اینا درسته. خب این مصلحت اندیشی افراد خیرخواه بود، یعنی افق دیدشون در حد مسائل ظاهری بود، در حد محاسبات معمولی، روی محاسبات معمولی اونا درست میگفت. اونا که از پشت پرده غیب که خبر نداشتن، من بگانه کنم رو حسابای عادی متعارف میگفتن آقا این کار توش مصلحت نیست. یه جا گفتن که حالا داری میرید این زن و بچه رو دیگه برای چی داری میبرید؟ اونم حرف پرتی نبود. اینجا گاهی گفته میشه که نزاع عقل و عشق. عقل یه چیزی میگه، عشقی که امام حسین میکشه به اون سمت یه چیزی دیگه، ولی این عقل در واقع باید گفت این عقل نیست، سو کالد عقل یا کوت ان کوت عقل. این عقل که میگیم یعنی عقل عادی معمولی روزمره، عقلی که از خیلی از اسرار پنهان ناآگاهه. امام حسینی که از یه اسرار پنهانی آگاهه، دیگه این مصلحت اندیشی ها براش روشنه، اینا نمیتونه به اینا پای بند باشه. وقتی که حضرت عباس رفت تشنه بود، رفت توی شریعه فرات آب برداره برای تشنگان و خودشم تشنه بود. خب آدم تشنه رسیده به آب، عقل چی میگه؟ عقل میگه خب بخور دیگه، حالا اونا دسترسی ندارن، تو که دسترسی داری، تازه آب بخوری بهتر میتونی بجنگی، قدرت بیشتری پیدا میکنی. اینا محاسبات عقلی عادی اینه دیگه. اما اون نمی نوشه، آبو می ریزه. اینجا گفته میشه نزاع عقل و عشق، اما در این باز این عقل، عقل مطلق نیست، این عقل عادی، عقلی که در حد خوردن و خوابیدن و ایناست، عقل معیشتی، عقل عرفی. اما اون یا عقل جزئی، یعنی عقلی که یه چیزایی رو میدونه از خیلی از حقایق بالاتر بیخبره. تمام جاهایی که گفته میشه عقل با عشق نمیسازه، عقل به معنای مطلقش نیست، یعنی عقلی که متعارفی که یه انسان عادی داره محاسبات معمولی رو انجام میده. این عقل نمیگه شما، با حسین نمیگه تو برو طرف کوفه، این عقل به حضرت عباس نمیگه تو آبو نخور، میگه بخور، بخور تشنگیت رفت بشه، بخور جون بگیر، اصلا بهتر بتونی از امام حسین دفاع بکنی. بنابراین بین عقل حقیقی و عشق هم تعارض نیست، اما اون عقلی که از این حد عرفی عادی فراتر رفته، اون عقل به این حرفا گوش نمیده و اون عشق در واقع مولود اون عقله، یعنی اون معرفت است که اون عشق رو تولید کرده. معرفت ابوالفضل نسبت به امام حسینه که این عشق و ادب رو ایجاد کرده. بنابراین عقل و عشق وقتی نازل میشن، تنزل پیدا میکنن، میان این پایین دعواشون میشه. اما اگه تعالی پیدا کنن برن بالا، عقلی که تمام حقیقت رو ببینه، نه جز گوشه ای از حقیقت رو ببینه، اون عقلی که کل نقشه رو میبینه، اون با عشق تعارض نداره، اون اصلا منتهی میشه به عشق، اون با عشق هم صداست، هم آوازه، کل نقشه رو میبینه. اما اونی که فقط یه گوشه ای از نقشه رو میبینه، چون بقیه نقشه رو نمیبینه،
ناسازگار در میاد. خب بازگردیم به اون آیاتی که در آغاز سوره بقره خونده بودیم. گفتیم که در آغاز سوره بقره خداوند می‌فرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب کتاب هدایت پارسایان. متقین کیان؟ اونایی که ایمان به غیب دارن، اونهایی که اقامه نماز میکنن، اونهایی که انفاق میکنن. خب گفتیم اینا مثاله. در واقع اینجا سه تا چیز رو گفته: ایمان به غیب، نماز، انفاق. ایمان به غیب در واقع اون بعد معرفتی و اعتقادی است. یعنی دین یه رکنش معرفت و اعتقاد و باوره، باور به خداوند. رکن دومش عمل هست، نماز خوندن و انفاق کردن دوتا مثال برای عمل. منتها دو مثال از دو سنخ، نماز خوندن عبادت، انفاق کردن خدمت. این ما از این دوتا مثال میریم به سمت دوتا مقوله. از نماز میریم به سمت عبادت که وسیع تر از نمازه، نمازی مثاله، بهترین شکل عبادته. از انفاق هم میریم به خدمت، این منظور خدمته، حالا یه شکل خدمت، یه نمونه خدمت، انفاق. بنابراین دینداری دوتا رکن داره، ایمان و عمل. عمل هم دوتا رکن داره، دوتا ضلع داره، دوتا جنبه داره: عبادت و خدمت. عبادت نسبت ما با خداست، رابطه عمودی که ما داریم با خدا، ما یه رابطه افقی هم داریم با خلق، اون رابطه خدمت، محبت، شفقت، خیرخواهی است، هر نوع کمک کردن. اینجا یه بحث، اینا به ظاهر ساده میاد، وقتی گفته میشه ساده میشه، ولی کلی دعوا و نزاع سر این مباحث هست قبل از این که حل بشه. در مسیحیت یه بحث هست، در تئولوژی مسیحیت یه بحثیه. میگن آیا برای اینکه رستگار بشیم چه کار باید بکنیم؟ بحث میکنن آیا ایمان برای رستگاری کافیه یا عمل هم لازمه. تو کتابای مسیحی این بحث هست. یه دو گفتن ایمان کافیه، اصلا عمل لازم نیست، همین که شما ایمان بیارید به حضرت عیسی شما رستگار شدید. حالا این خیلی توضیح میخواد، وقت نیست. عیسی نجات دهنده شماست. Jesus is your savior. کشیشا روزای یک شنبه توی تلویزیون هم ببینید، همین اخبار میده. سیویر شماست. ما چه کار کنیم که عیسی ما رو سیو بکنه؟ ایمان بیارید، هم بپذیرید که خداوند فرزند خودش رو فرستاد که مصلوب بشه، که اون تاوان اون گناه نخستین باشه، اوریجینال سین. اینو بپذیرید شما رستگارید. عمل دخالتی در رستگاری نداره. نمیگن عمل بده، عمل خوبه، کارهای خوب بکنید، ولی اون کارهای خوب تو رستگاریتون هیچ نقشی نداره. اکثریت اینو میگن در مسیحیت. یه عده‌ای کمی هم هستن میگن نه، علاوه بر ایمان عملم باید باشه. حالا تو عملش چه نوع عملی؟ اونم سرش دعواست. از اول مسیحیت این بحث بوده. یه بحثی تو کتاب‌های مسیحی که contemplative life بهتره، زندگی همراه با عبادت و مراقبه، یا active life زندگی همراه با خدمت و فعالیت، کدومشون بهتره؟ یه داستانی هست توی انجیل، داستان دوتا خواهر در زمان حضرت عیسی در فلسطین.
یکی مری بوده، یکی مرثا. مری اهل کانتمپلیشن بوده، اهل عبادت و زهد و تقوا و پارسایی بوده. مرثا اهل خدمت و کمک و اینا بوده. اون وقت اینا بحث میکنن که کدوم یک از این دوتا خواهر در واقع در پیشگاه خدا ارزششون بیشتره. یکی میگه مری ارزشش بیشتره، یکی میگه مرثا اونی که عبادت میکنه بهتره، یکی میگه اونی که خدمت میکنه بهتره. بعضی هم گفتن مثل آگوستین گفتن که نه، هر دوش باید باشه. خب در اسلام تو هر دوتا دعوا تکلیف روشنه. آیا ایمان کافیه برای رستگاری یا عمل هم لازمه؟ بفرمید. عمل لازمه. قرآن رو صریح تو این قضیه یا ایمان و عمل. ایمان تنها کافی نیست، عمل تنها کافی نیست، عمل بدون ایمان کافی نیست، ایمان بدون عمل هم کافی نیست. همین سوره که خیلی از بچه کوچولو حفظن، سوره بلعصر. بلعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. همه انسان ها در زیانن، یعنی رستگار نیستن مگر کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن. نگفت مگر کسانی که ایمان دارن، تمام شد. ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن، یعنی اگه ایمان داشته باشن ولی عمل صالح انجام ندن، اونا هم در خسر، در زیان. خیلی آیه تو قرآن هست در این همین تکرار شده به صورت‌های مختلف. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. پس تو این دعوا دیدگاه اسلامی اینه که ایمان و عمل صالح دوتا باید با هم باشن، جدا بشن، وافی به مقصود نیستن، مندهی به رستگاری نمیشه. تو همین آیات سوره بقره هم هست، الذین یؤمنون بالغیب، متقین کیان، ایمان به غیب دارن و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. یعنی ایمان به غیب دارن، عبادت هم میکنن، انفاق هم میکنن، اینا متقینن. اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. رستگاران اینا هستن، اینا که هر دوتا جنبه رو دارن. تو دعوای دوم عبادت بهتره یا خدمت، کدوم لازمه، کدوم حالا اگه نبودم عیب نداره، باز دیدگاه اسلامی روشن، هر دوش. یعنی عبادت بدون خدمت رو اسلام تأیید نمی کنه، خدمت بدون عبادت رو هم تأیید نمی کنه. یقیمون از صلات عبادت و مما رزقناهم ینفقون خدمت. یعنی شما اگه خدا رو نادیده بگیرید کارتون خطاست. خدا رو ببینید، خلق خدا رو نادیده بگیرید، باز کارتون اشکاله. هر دو واقعیت داره، خدا واقعیت داره، خلقش هم واقعیت داره. خدا حق پرستیدن داره، خلق هم حق خدمت شد، مورد خدمت قرار گرفتن داره. یکی رو نادیده بگیری، یه واقعیتی رو نادیده گرفتی، یه تکلیفی رو ازش غفلت کرد. بنابراین هم عبادت هم خدمت. من چند تا از آیات قرآن رو که فقط این قضیه انفاق رو مطرح کردن، ببینید چقدر قضیه انفاق جدیه. انفاق در اسلام یه چیز تشریفاتی نیست، جز ارکان دینه. انفاق یعنی آدم مالی رو در راه خدا بده. اینجور نیست که ما حالا اگر دادیم کار خوبی کردیم، اگر ندادیم چیز مهمی نیست. نه، جزء ارکان دینداریه. هر جا در قرآن نماز گفته بعدش زکات گفته یا انفاق گفته. میتونید بیارید اون جایی که راجع به نماز حرف زده، بیشتر جا بعدش بلافاصله زکات گفته یا انفاق گفته. بعضی وقتا اول زکات و انفاق گفته بعد نماز گفته.
مثل همین آیه که گفتیم یقیمون از سمت و همین ما رزقناهم ینفقون. این آیه میگه که متقین نماز میخونن بعد انفاق میکنن. یه نکته ظریفی رو اینجا میگه، نمیگه انفاق میکنن از مال خودشون، و من ما رزقناهم ینفقون، یعنی از مالی که ما بهشون دادیم خودشون استفاده میکنن، یه قسمتشون هم انفاق میکنن. یعنی که هنری نمیکنن، کلش رو خدا به شما داده، بخشیش رو از شما خواسته که انفاق بکنید. انفاق هم که میکنید چیزی رو دارید انفاق میکنید که خدا بهتون داده. مثل یعنی که بیاد به شما $1000 بده، بگه آره این $1000 این $20 رو کمک به مسجد کن، کلش هدیه بود. خب در اینجا هست در سوره بقره آیه 260، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. میگه اونایی که انفاق میکنن چه پیامدهایی داره انفاق؟ کسانی که انفاق میکنن در راه خدا همه اینا حساب شده است. همینو که انفاق میکنن پول میدن، انفاق میکنه در راه خدا، یعنی اول این پول کجا دارید میدید؟ در هر جا پول بدید این انفاق نیست. فردا میخوان عضو میخوان یه رقاصخونه بسازن پول بدید، این که انفاق نیست. فی سبیل الله باید باشه، در راهی که راه خداست، مورد تایید خداست. دوم، تو هم باید نیتت خالصا لوجه الله باشه، برای رضای خدا باشه، نه برای ریا و شهرت و اینا، اون باز انفاق نیست. کسانی که با نیت خالصانه در راه خیر انفاق میکنند، میگه که این مثل اینه که یه دانه ای رو شما در زمین میکارید، این دانه، دانه گندم مثلا، میشه 7 تا خوشه، هر خوشه ای و 100 تا دونه گندم ازش در میاد، یه دونه میشه 700 تا دونه. یه همچه سرمایه گذاری و پسندازیست انفاق در راه خدا. یه دونه میکاری میشه 700 تا. بعد میگه خدا اگه بخواد اینو 2 برابرش میکنه. آیه بعد دوباره باز درباره انفاق هست، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله. خب حالا ما انفاق کردیم، یه پولی رو دادیم به یه محتاجی، اما به هر مناسبتی هی به رخش کشیدیم، یادت گرفتار بودی پول دادم بهت، بعضی وقتا میزنن رو دستشون بشکنه این دست نمک نداره، یه کمکی کرده، حالا ازش یه توقعاتی داره، اون توقعات که برآورده نمیشه میگه بشکنه این دست که نمک نداره. این همون منت گذاشتن بعد از انفاق. منت گذاشتن بعد از انفاق اون انفاق رو باطل میکنه. شما بزرگترین خدمت به کسی بکنید بعدش منت بگذارید، قرآن میگه دیگه پیش خدا اجری ندارید، داشتید زایش کردید، خرابش کردید. آیه قرآن، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن. نه منتی بعدش میذارن، نه اونو باعث نوعی اذیت قرار میدن، یعنی امتیاز خواهی بخوام بکنن. اینها لهم اجرهم عند ربهم، اینا اجرشون در پیشگاه پروردگارشونه، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی دارن نه حزنی دارن، خوشاوارش. نمیگه فقط اونایی که انفاق میکنن خوف و حزن ندارن، انفاق بکنن بعدش هم منتی رو کسی نذارن، بعد از هم امتیاز خواهی نکنن. این نوع انفاق مأجوره. دوباره آیه بعد میگه که قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذى. شما یه کلام سخن نیک به یکی بگید، یه جمله محبت آمیز، یه جمله احترام آمیز به یکی بگید، بهتر از اینه که یه پولی بهش بدید بعد روش منت بذارید. آقا اصلا نه پول بده نه منت بگذاری، این خیلی بهتره که پول بدی منت بگذاری،
اون منته باعث میشه اون پولم که دادی ضایع بشه، دیگه ضرر کردی در واقع، پول دادی مأجورم نیستی، سرت کلا رفته دیگه. یه کمک کردی اما یه صدمه زد، کمک مالی کردی صدمه روحی به شخص زدی، با منت گذاشتن این به اون در دیگه، این صدمه روحی به اون کمک در این شرط مثل سرپره تازه مثل اول نیست، خیلی بدتره. یعنی کمک نکنی بعد منت نذاری خیلی بهتره از اینکه کمک بکنی بعد منت بذاری. دوباره تکرار میکنه، ببین در قرآن یه چیزی وقتی تکرار میکنه مطلبی رو، نشان اهمیت اون مطلبه. اینو ساده نگیرید، ساده از کنارش رد نشید، هم یه چیزیش یه بار شنیدید تمام شد رفت، جدی بگیرید قضیه رو. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورید، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، زحمت کشیدید انفاق کردید، دوباره با منت گذاشتن و رنجوندن طرف کاری که خودتون کردید رو باطل میکنید، این کار نکنید. میگه مانند این میمونه که روی یه سنگ صافی مثلا خاکی برگی چیزی بیاد بعد یه طوفانی ببزه، چطور اون طوفان اون خاک ها رو و اون برگ ها رو از اون سنگ صاف محو میکنه. منت گذاشتن، انفاق و عمل نیک رو اینجوری از بین میبره، نابودش میکنه. اما دوباره اونایی که انفاق میکنند اما منت هم نمیگذارند، میگه این یه نوع سرمایه گذاریست، مثل شما یه باقی رو احداث کردید و هرچه باران بیاد این باغ پرمحصول تر میشه و مفید تر واقع میشه برای شما. در آیه بعد میگه یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، حالا که میخواید انفاق بکنید اون چیزهای خوب رو در راه خدا انفاق بکنید، نه چیزهای اضافی رو که لازم ندارید. اونی که خیلی دوست داری اون انفاق کنه. یه آیه معروفی هست میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کی شما به نیکی میرسید، به پاداش نیک میرسید، وقتی که چیزی رو که خیلی دوست داری اون رو انفاق بکنید، نه اون چیزی که لازمش نداری، اضافی مزاحم هم هست داره اون رو انفاق میکنی تازه منت هم میگذاری، اون چه انفاقی هم اون ارزش نداره. اونی که خیلی خیلی دوست داری ها اگه تونستی اونو بکنی از خودت جدا کنی انفاق بکنی، اون کارستان کردی، میخواد دلبستگی ما به امور دنیا رو خداوند قطع بکنه. دل نبند به امور دنیا، انفاق یک وسیلهیه، یه راهیه برای قطع دلبستگی، قطع تعلق. به این خونه، به این اتومبیل، نمیدونم به این، به اینا دل نبند، رابطت با اینا به گونه ای باشه که اگر قرار شد اینا رو انفاق کنی به راحتی، نه با جون دادن. این موقع آدم پول میده ولی انگار مثلا باید عضوی از بدنش رو جدا کنه بده، شکه با شکنجه با رنج، نه این خوب نیست، این انفاق نیست. وقتی دیدی به راحتی بدون اینکه فشاری به خودت بیاری، استرسی به مغزت وارد بکنی، راحت انفاق کردی بدون که دلبستگی به دنیا دیگه نداری، اما هی دو ساعت نشستی بدم ندم خدایا چیکار کنم، این معلومه که دلبستگی شدیده و قطع تعلق سخته. اصلا جون دادن چرا سخته؟ شما به بدن تعلق دارید،
مرگ یعنی بیا این رابطه بین خودت و بدن رو قطع کن. به این میگیم جون دادن، این سخت ترین چیزی که انسان، حالا مثالش رو داریم، جان دادنه. یه قطع یک رابطه است به یه چیزی که بهش خیلی دلبستی، حالا باید ازش چشم پوشی کنی. این درد داره، رنج داره. در مورد مال هم اینطوره، در مورد خیلی چیزا اینطوره. هر چیزی که بهش دلبسته ای باید بتونی به راحتی از او دل بکنی. حقیقت ایمان این که آدم به غیر خدا دل نبنده. نه که نداشته باشه، خب آدم نیاز داره به امکانات مادی برای زندگیش، ولی دلبسته ای اونها نباشه. کجا معلوم میشه دلبسته هستیم یا نیستیم؟ همین فکر کنم بینه من دلبسته هستم یا نیستم؟ نه، در موقع انفاق معلوم میشه. وقتی که اومدن کمک جمع بکنن، میگردی توی پولات، اونی که از همه ریزدنه پیدا کنی بدی، این علامت دلبستگی. اصلا این تصوری که ما از صدقه داریم تصور غلطیه. صدقه تو جامعه ما میگن صدقه بده، یعنی یه پول خوردی به یک گدایی بده. ببین تو جیبت اون کمترین رقم چیه، اونو بده به یک گدا. صدقه نه پول خورده نه به گدا دادنه، هر دوش غلطه. مثل اونی که حرفش گداییه اصلا نباید بین کمک کرد. تازه صدقه هم پول خورد دادن نیست. صدقه چیه؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اونی که خیلی دوست داری بهش بده. توی روایات هست که خیر و صدقتن ما ابقت غنن، یعنی یه فرد نیازمنده. بهترین صدقه چیه؟ بهترین صدقه اینه که اینقدر بهش بدی که این نیازمند بشه بی نیاز. تو داشته باشی بدی، نداشته باشی که تکلیف نداری. خیر و صدقتن ما عبدت غنم، با این یک قرآن و دو قرآن و اینا، با این پول خورده کسی غنی میشه. بهترین صدقه اینه که اون نیازمند رو به قدری بدی که بی نیاز بشه. مثلا دوتا مغازه داری، این یه جوان بیکاره، یه مغازه رو بده بش، راحت هم بده بش، فیل خودتو شکنجم ندن. به راحتی اگه تونستی یکیشو بدی، نمیگه اونی که مال خودتو بده، نه، اونو لازم داری، اونو برای زن بچه خودت لازم داری. این اضافی رو، اینو با راحتی قطع تعلق کن ازش. این صدقه اینه. امام حسن علیه السلام تو زندگیش هست که چندین بار در طول عمرش کل زندگیشو نصف کرد، تقسیم کرد، یه قسم برای خودش، یه قسم برای نیازمندان. بنابراین صدقه اینه، انفاق اینه. منت هم نباید گوش باشه، خلوص نیت هم باید باشه. برای رضای خدا آدم بده، نه برای توقعات دیگه. بعدم منت نذاره روی طرف، امتیاز نخواد. یا آیه دیگه هست میفرماید در ادامه همین آیات، این تبدو صدقات فن این ماهیه و این تقفوها و تعطوها الفقرا فهو خیر لكم. صدقه رو آشکار بدیم یا پنهان، میگه هر دوش خوبه. آشکار دادم خوبه، انفاق کردم، برای اینکه این کار رواج پیدا میکنه، این کار خیر. بعدا گفتن آقا ما برای این مرکز مثلا $1,000,000 میخواییم. شما بلند شو بگو، از صدا بلند بگو آقا $500,000 رو بنده میدم، همه بشنوید. نه برای ریا، این ترویج کاری نیست که شما که $500,000 شو بدید، بقیه هم آقای اسدی هم $200,000 شو میده، بله آقای دکتر شیری هم بقیه شو میده، قضیه حل میشه. بعد میگن که و این تخفوها، گاهی وقتا مخفیانه بدید، چون انسان همیشه در معرض این هست که
گرفتار ریا بشه. یعنی حالا اون 500,000 دلاری که مخفیانه دادید بعد برید پشت آقای آشی میره صدا کنید بگید یه 100,000 دلار هم میدم اینو مخفی نوید دیگه کسی نگید، چون ممکنه اونو که تو جمع اعلام کردم یه شایبه مثلا یا یه چیزی توش دخالت داشته باشه، ولی اینو که دیگه هیچ کس نمیبینه، این دیگه مطمئنم این خالصا برای خداست. هم آشکارا بدید که کار خیر رواج پیدا کنه، دیگران یاد بگیرن، هم مخفیانه گاهی بدید برای خودسازی خودتون که توش انگیزه های دیگه نیاد در این کار خیر، انگیزه خالص باشه. این تو بدو صدقات فنعم ماهیه و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکن و نتیجهش اینه که و یکفر عنکم من سیئاتکم، با این کار خداوند کارهای زشتی رو که کردید، گناهانی رو که مرتکب شدید میپوشونه، عفو میکنه. خب اگرم مخفی دادید نگران نباشید که کسی ندیده، اونی که باید ببینه دیده. والله بما تعملون خبیر، کارهایی که میکنید خدا میدونه. فکر نکنید حالا چون کسی متوجه نشد شما ضرر کردید. همینطور راجع به انفاق، همینطور آیات پشت سر هم در باره انفاق صحبت میکنن. للفقراء الذين احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، میگه خیلی از نیازمندان هستن که نیازشون رو ابراز نمیکنن، از بس عفیفن، از بس عزت نفس دارند. شما برید آدمایی که واقعا نیازمندن ولی از روی عزت نفس اظهار نمیکنن پیدا بکنید و مخفیانه بهشون کمک بکنید، این ارزش داره، نه اون گدای پررویی که میاد یقتو میگیره. پیروز من توی همین دانتان قدم میزدم، یه خانمی اونجا بایستاده بود، کمک میخواست از مردم، میگفت چنج پلیز، یا آقایدش رد میشود، خانمی گفت که دوی هفتسام چنج، آقای گفت یس لابس آف چنج، گفت که خب can you give me some، گفت نو، رد شد. خب دیگه نمیخوای بدی، چرا این بنده خدا رو شکنجه میدی؟ خب میگه خواستی اصلا جواب ندی، چی نگی؟ خواست احترام بذاره. چه احترام؟ تا گفت لاتس آف چه نمیشنه دنش آب افتاد، خب میرم بذاره، خب بگه کمشن واقعا به من بده اونم. خب نمیخوای کمک کنی، دیگه ضربه نزن. آقا ایمان نده. دیروز بود این اتفاق افتاد، من دیدم. خب دوباره میگه که و ما تنفقو من خیرن فان الله به علیم، انفاقی که میکنید خدا میدونه، این ثبت میشه، گم نمیشه، از دست نمیدید. الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرن و علانیتن فلهم اجرهم عند ربهم، کسانی که شب و روز انفاق میکنن آشکارا و پنهان، اینها در پیشگاه پروردگارشون مأجورند. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا در روز قیامت نه خوفی دارند نه حزنی دارند. این بحث انفاق متاسفانه تو فرهنگ دینی ما جا نیفتاده. هممون معتقدیم که نماز رو باید خورد، جزء ارکان، روزه رو باید گرفت. بحث رو متدینین ها، حالا اونه که متشرع نیستن نه. من در این رابطه یه سوال کوچولو میتونم بکنم، با توجه به اینکه همه مسئله انفاق تأکید شده توی دین، چرا این چریتی فاندیشن هایی که اینجا هستش اونجا نیست؟ و اینکه مثلا در مسجد اینقدر مطرح نشه. خب عرض منم همینه، منم دارم همینه میگم که تعلیم و تربیت دینی ما از این بعد واقعا اشکال داره. تو اونجا نهادهای متناسب با اون جامعه وجود داره، منتها خب بله نهادهای وجود داره تو روستاها، اینا آدمای خیری هستن، این کارا رو میکنن، خب اینجور به این شکل سازمان یافته نیست.
اون خیلی حالت سنتی رو حفظ کرده و متناسب با وضعیت جدید نیست. ببینید از نگاه قرآنی انفاق جزء ارکان دینداریه. دو تا بحث، یکی این که نیازمندان باید نیازشون رفع بشه، این جنبه اقتصادی قضیه، جنبه اجتماعی قضیه، یا کارهای خیر عام المنفعه مثل مدرسه، مثل مسجد، مرکز دینی، همه بهش نیاز دارد. اما فرد خاصی مسئول این کار نیست، مشارکت عمومی باید باشه، یه جای انفاق. بنابراین انفاق برکات اجتماعی داره، برکات فردی داره. یه بعدش این بعد اجتماعی و دنیوی قضیه است. بعد معنوی و اخرویش اساسه، یعنی اصلا انفاق کردن برای اینی که شما، عرض کردم، دلبستگی به دنیا رو از دلت قطع بکنی. سفرش کنید فقیری هم نیست، گرسنه هم نیست، نیازی هم نیست، ما نیاز داریم به تمرین قطع وابستگی به دنیا. شما باید بتونی به راحتی به چیزایی که از بهشون دلبستی دل بکنی. مال یکیشه، بعضی وقتا لازم میشه از جانت دل بکنی. اصلا ما اینجا برای چی جمع شدیم؟ برای بزرگداشت امام حسین علیه السلام و یارانش، که اینا شرایطی برایشون پیش اومدی که از تمام هستی خودشون دل کندن. یعنی ما برای این ارزش اصلا این مراسم رو برگزار کردیم، برگزار میکنیم. اما امام حسین خوشاوندی که نبدیم. برای این ارزش، یعنی انسانی رو میبینیم که اون مجسمه ی ارزش هاست، قطع تعلقات، مال، جان، همه چیز، تمام سرمایه که انسان داره. خب ادامه داره آیات، میگه آقا این مالی که شما دارید چه انفاق بکنید چه نکنید از دست شما رو بوده خواهد شد. یعنی حالا اگه انفاق نکردی فکر نکن برنده شد. نه خیلی، دیر یا زود، دیر که نیست، زوده، تا اون زودش یا خیلی زوده یا مقدار زود. ارتباط شما با این مال قطع خواهد شد، دیگران خواهند خورد، معلوم نیست یه فاتحه هم برات بخورن. یعنی این از دست شما رو بوده خواهد شد، ولی خودت با اختیار خودت این کارو بکن، قبل از آن که بدون اختیار از دستت رو بوده بشه. اگر قرار بود، حالا فرض میکنیم اگر قرار بود این مال تا ابد همراه ما باشه، خب ما یه دلیلی داشتیم که اینو انفاق نکنیم. ما من اینو نمیدم، میخوام برای خودم نگه دارم. یا از شما میگیرم، چه بدید چه ندید از شما میگیر. بقول اون دوست که میاد میگه یا با زبان خوش بده یا بزور ازت میگیرم. بالاخره باید بدید، اگه با زبان خوش ندی به زور ازت میگیره. خلا آقا دیگه کتک نخور، بده همینطوری تسلیمش کن. حالا اینجا همینطوره بابا، این بالاخره رابطه ما با این مال قطع میشه، مرگ دیگه پایان مالکیت. یعنی با مرگ رابطه مالکیت برداشته میشه، بی مالک هیچی نیست. مالکیت یه قرارداده، یه قرارداد با یک جمله ای، با یک کار این قرارداد تثبیت میشه، با یک واقعی یا یه چیزی این قرارداد لغو میشه، فسخ میشه، ارتباط شما گسسته میشه. مثل قاضی بیاد حکم بده این مال از شما بگیرن، اون قاضی نهایی مرگی که میاد این حکم میده و همین این چیزا از ما میگیرن. خلاصه ی عرضم اینه که دینداری
مؤلفه هاش ایمان و عمل و عمل مؤلفه هاش عبادت و خدمت. انفاق یه نوع خدمت، نماز یه نوع عبادت، انواع عبادت ها داریم، انواع خدمت ها داریم. امام حسین در روز عاشورا هم عبادت رو به عالی ترین شکل به نمایش در آورده، هم خدمت رو، هم ایثار، هم انفاق. شب عاشورا رو تا صبح عبادت کرد. در حین جنگ در گرماگرم نبرد به نماز ایستاده. لحظه لحظه این ایام امام حسین ذکر خدا بر لب داره. وقتی مجروح شده انواع زخم بر پیکر مطهرش وارد شده، اونجا داره مدح و ثنای خدا رو میگه. گزارشگرانی که رفتن گوش دادن ببینن امام حسین چی داره میگه، آیا داره شکوه و گلایه میکنه، آیا داره نفرین میکنه، حمد و ثنای خدا میگه. یه جمله زیبایی داره امام حسین، چند بار این رو در روز عاشورا تکرار کرده. یه بار وقتی است که اون کودک رشیدخوار رو آورد، حالا بعضی گفتن امام حسین میخواسته خداحافظی کنه، گفتیم بچه رو بدین من باش خداحافظی کنم، خواسته زیر گلوی بچه رو ببوسه، هر بده بچه رو مورد اصابت تیر قرار داد. این توی یه روایت هست. در یه روایت دیگه گفتن بچه تشنه بوده، امام میاره این رو میگه این کودک رو، اگر یه جوان مرد نیست که این کودک رو بره آب بده برگردونه، در این صحنه بوده که کودک رو مورد هدف تیر سه شعبه قرار میده. امام حسین اونجا میگه که این جملهش رو من میخوام، حبن ما نزل بی انهو به این الله. چه چیز است که تحمل این شدائد رو بر امام حسین آسان میکنه؟ میگه آنچه که تحمل این مصائب رو بر من آسان میکنه این است که این همه در محضر خدا داره انجام میگیره، خدا داره میبینه. یعنی وقتی میبینم خدا داره این صحنه رو میبینه، تحمل این صحنه بر من آسان میشه. و یک بار دیگر در روز عاشورا وقتی که پیشانی امام علیه السلام با سنگ یا تیر شکسته میشه، امام جامه رو بالا میزنه که پیشانیش رو پاک بکنه، تیر میزنن به قلب امام حسین. گفتن امام تیر رو از پشت سر بیرون میکشه به طوری که خون فواره میزنه. اون خون رو به آسمان میپاشه و بر محاسن شریفش. اونجام این جمله رو میگه که حبن ما نزل بی انهو به عین الله. خدا داره این منظره رو میبینه، این است که این منظره رو بر من قابل قبول و حتی شیرین میکنه. منظره عشقبازی و شیرین، هم عبادت شیرینه، هم عیسی رو فدا کنه. امام سجاد میگه که توی دعاهاش میگه لاهی عزقنی حلاوت مغفرت و رحمت، خدای اون شیرینی محبتت رو بر من بچشان. امام حسین شیرینی شهادت رو میچشه، حس میکنه. اونی که این دردها و بلاها رو بر او قابل تحمل میکنه، شکوه نمیکنه، شکر میکنه خداوند رو
و همونطور که دیشب عرض کردم حضرت زینب این صحنه رو زیبا میبینه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. الله الله.